سلام برادرها و خواهر عزیز، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض مسیح بهرمند بودن نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما وجود داشته باشه. برادرها و خواهرای عزیزم، امروز ما بسیار خوشحال هستم که مضمون دوم کورس الهیات مسیح را با شما یک جا آغاز میکنم و باید بگویم که در مضمون اول ما درباره خود تعریف الهیات مسیحی و همچنان درباره مضامینی که در این کورس خوانده میشه و مورد مطالعه قرار میگیره و همچنان درباره مضمون بیولوژی یا کتاب مقدس شناسی به طور مفصل صحبت کردیم و خواندیم و مطالعه کردیم. امروز مضمون دوم ما را آغاز میکنیم که علم خاص خداشناسی است، یعنی علمی که در اینجا ما تنها درباره خود خداوند، درباره شخصیت خداوند، صفات خداوند و کارهای عظیم خداوند ما صحبت میکنیم و این موارد را مورد مطالعه قرار میدیم. ما بسیار خوشحال هستم که ما تانستیم 8 درس این کورس را تمام کنیم و امروز بریم به طرف درس نهم. پس بیاییم درس نهم را با یک دعای کوتاه آغاز میکنیم. خداوند پدر آسمانی، شکرگزار هستم به خاطر فرصت بسیار خوب دیگه که امروز در اختیار ما گذاشتی تا درس نهم را و مضمون دوم را آغاز بکنیم. خداوند درباره ذات و شخصیت و صفات و کارهای عظیم تو از خداوند. پس خدای عظیم به ما قدرت از این ربطه تا بتانم با کمک و هدایت روح پاکت و با رهنمایی کلامت خداوند، هر آن چیزی که در کلامت هست و درباره خود تو به ما روشنی انداختی خداوند، او را ما بتانم خداوند در قالب درسایی که آماده شده به برادرها و خواهرای خود تعلیم بدم تا همه ما از این درس ها برکت بگیریم و بتانیم در ایمان خود و در شناخت خود نسبت به تو و نسبت به خود ما و رابطه‌ای که در بین ما و تو خداوند وجود داره بیشتر رشد بکنیم. خداوند این درس ها را برکت بده و تو با ما باش. در نام پاک و قدوس خداوند و نجات دهنده ما یشوع مسیح دعا را کردیم، آمین. آمین. خدا را شکرگزار هستیم بازم به خاطر درس نهم و میریم به طرف مضمون دوم ما، علم خاص خداشناسی یا تئولوژی پراپر. تئولوژی پراپر یعنی علم خاص خداشناسی، یعنی در این قسمت کورس الهیات مسیحی، یعنی تئولوژی سیستماتیک تئولوژی یا تئولوژی منظم و الهیات منظم مرتب، ما تنها میریم خاص درباره خود خداوند مطالعه میکنیم. علم خاص خداشناسی یا تئولوژی پراپر شما برای اسکرینی را میبینید. خب ما در اینجا دو موضوع داریم. موضوع اول است که تعریف علم خداشناسی از نگاه لغت، یعنی از نگاه لغوی و همچنان از نگاه روحانی یا از نگاه الهیات ما چگونه میتونیم علم خاص خداشناسی را مورد تعریف کنیم یا مورد تعریف قرار بدیم. خب از نگاه لغویش تئولوژی کمتیوس به معنای خدا و لوگوست که کلمه یا امو علم شناخت خدا و پراپرام خاص، یعنی خاص ما میخواییم خداوند را در این مضمون مورد مطالعه قرار بدیم. از نگاه لغویش یعنی علم خاص مطالعه خداوند، ذات و شخصیت خداوند، صفات خداوند، کارهای عظیم خداوند و همه چیز درباره خداوند. پس تئولوژی پراپر، تیوس خداوند، لوگوس ما خوانیم کلام یعنی همو علم مطالعه و پراپر هم خاص یعنی علم خاص مطالعه خداوند. و از نگاه روحانی تعریف از این چیز، از نگاه روحانی به این معناست که این یک علم است، علم خاص خداشناسی یا تئولوژی پراپر یک علم است که ما در باره شخصیت، صفات و کارهای عظیم خداوند مطالعه میکنیم. یعنی علمی است که شخصیت خداوند، صفات خداوند و کارهای عظیم خداوند را مورد مطالعه قرار میده. از نگاه لغوی هم تعریف کردیم، از نگاه روحانی هم تعریف کردیم. شما میشه این را بنویسید. از نگاه روحانی علم خاص مطالعه شخصیت یعنی ذات و ماهیت و اصلیت خداوند و صفات خداوند که از روی صفات خداوند خدا را میشناسیم که چگونه یک خدایی است و چگونه یک شخصیت داره و کارهای عظیم خداوند که انجام داده. پس این علم را به نام علم خاص خداشناسی میگن. این بود تعریف علم خاص خداشناسی که ما با هم یک جایی را خواندیم. خب اگر بریم به طرف موضوع بعدی،
اثبات موجودیت خدا یا existence of God. خب ما گفتیم که ما علم خاص ببخشید خداشناسی را مورد مطالعه قرار میدیم. خب سوال اولی که در فکر انسان خطور میکنه ای است که ازم خب آیا خدای وجود داره؟ خب تو میگی من خاص میرم درباره خدا مطالعه میکنم، سوال اول ما ای است که آیا خدای وجود داره؟ و اگر ای خدا وجود داره، ببینین عنوان اول ماست، خوب متوجهی باشین، اگر خدای وجود داره چگونه میتونیم او را به اثبات برسانیم، یا خداوند خود را چگونه به اثبات رسانده که واقعا وجود داره؟ یعنی اثبات وجودیت خدا چگونه صورت میگیره؟ ما به صفت یک مسیحی چگونه بفهمیم که خدا وجود داره و چگونه همون موجودیت خدا را به اثبات برسانیم؟ البته ما میخواییم در ابتدا بگویم که ما به صفت انسانهای مسیحی ما قادر به این نیستیم که موجودیت خدا را به اثبات برسانیم، مگر این که خداوند خودش موجودیت خود را از طریقه های برای ما به اثبات رسانده باشه و درکی که ما از او چیزی که خداوند طریقه و راه و میتود و روش که خداوند با واسطه از او موجودیت خود را به اثبات رسانده، ما او درک خود را با دیگران شریک میسازیم. پس اثبات موجودیت خداوند، آیا خدای وجود داره؟ چگونه خدا؟ اینه میگن existence of God. خب و در اینجا ما و شما دو موضوع رو میبینیم، اول ضرورت اثبات وجود خدا که درباره صحبت کردیم، دوم خداوند حقیقت اثبات وجود خود را به طریقه های مختلف مکشوف ساخته است. این عنوان های فرعی ماست. عنوان های اولش ضرورت اثبات وجود خداوند چیست؟ خب ضرورت اثبات وجود خداوند این است که ما میخواهیم خداوند خدای خود را بشناسیم، که آیا خدای وجود داره و این خداوند چگونه یک خداوند است و این خداوند چگونه یک شخصیت داره، چگونه صفات داره، چگونه ذاتی از خداوند، کارهای خداوند چیز، خواستهای خداوند از ما چیز. ما باید همه این چیزها را بفهمیم تا بتانیم خوبتر خدای خود را بشناسیم و درک درست از خدای خود داشته باشیم. این موضوعی است که امروز ما در زیر عنوان اول، عنوان فرعی اول ما این بود که ما ضرورت اثبات وجود خداوند چیست و ما این را گفتیم. آیا اصلا خدای وجود داره و چگونه خدا است؟ خب موضوع دومش، خداوند حقیقت اثبات وجود خود را به طریقه های مختلف مکشوف ساخته است. بله خداوند وجود داره و اثبات وجود خداوند توسط خود خداوند صورت گرفته به طریقه های مختلف. یعنی خداوند خود را مکشوف ساخته، مکاشفه کرده، ظاهر شده خداوند به طریقه های مختلف تا ما او را بشناسیم. خب پس ما یک موضوع را درک کردیم که خدای وجود داره و می خداوند خودش را به معرفی گرفته. وقتی من میرم بر یک جایی که هیچ کس مرا نمیشناسد، در اوجه خود را به معرفی، من مجبور استم خود را معرفی بکنم تا مردم مرا بشناسند. وقتی مردم مرا کوبید استم شناختند، باز اونا میتونند که مرا به کسای دیگه معرفی کنند. مرا میتونند به کسای دیگه معرفی کنند. یعنی اول باید من خود را معرفی کنم تا مردم مرا بشناسند که من کی هستم، از کدام پیشینه، از کجا آمدیم، که چی خصوصیات دارم، چی شخصیت دارم، چی صفات دارم، چقدر تحصیل کردیم، در کجا زندگی کردیم و کدام زبان ها صحبت میکنم، موقعیت جغرافیک در روی تولد شدیم، جایی که زندگی کردیم. تمام مسائل را ما باید به مردم بگویم، خود را معرفی بکنم تا ای که مردم بازو معلومات را که از ما گرفتن، اونام قسمتاش که نیاز به تجربه داره که آیا من واقعا راست میگم یا نمیگم، اون را تجربه بکنن و بعد از اونا میتونن که مرا به مردم های دیگه معرفی بکنن. و در اینجا هم در قسمت عنوان دوم فرعی ما، خداوند خودش حقیقت اثبات وجود خود را به طریقه های مختلف مکشوف ساخته است. یعنی خلاصش خداوند خودش خود را معرفی کرده، کوکی است، چگونه ذات داره، شخصیت، صفاتش، کارهایش و غیره. پس خداوند خودش خود را مکشوف کرده. خب ما تا حال چقدر خواندیم؟ ما خواندیم که چی خواندیم تا حال؟ خواندیم که البته اول مضمون را که ما شروع کردیم مطالعه خاصه خداوند است، مطالعه خاص یا الهیات خاص یا مطالعه خاص خداوند یا خداشناسی خاص. و بعد از او گفتیم که اثبات موجودیت خداوند، اول ضرورت اثبات وجود خدا چیست و دوم ما دیدیم که خداوند خودش برای از اینکه موجودیت خود را ثابت بکنه خود را مکشوف ساخته.
حال چیزی که برای ما و شما مهم است و ای است که ما بریم و ببینیم که خداوند چگونه خود را ثابت ساخته یا اثبات موجودیت کرده، یعنی خداوند چگونه خود را معرفی کرده. به دو طریقه، طریقه اول مکاشفه عمومی است و طریقه دومش مکاشفه خاص است. یعنی از دو طریق خداوند خود را مکشوف ساخته، ظاهر ساخته، اولی که به شکل عمومیش تا همه بدانند و دوم به شکل خاصش تا تنها کسایی که بعدا تشریح میکنم اونا بدانند. خب مکاشفه عمومی یعنی خداوند خود را در طبیعت و در تاریخ معرفی کرده، ظاهر ساخته، یعنی وقتی به کائنات ما میبینیم، در طبیعت انسان، در ذات انسان ما میبینیم، او را مورد مطالعه قرار میدیم و در تاریخ میبینیم، یعنی به شکل عمومی تمام انسان ها میتونن به کائنات نگاه بکنن و آثار و علائم موجودیت خدا را در اونجا ببینن، خدا او را اونجا گذاشته. انسان میتونه خود را مورد مطالعه قرار بده و میتونه آثار و علائم خالق خود را در خود کشف بکنه و اگر به تاریخ نگاه کنه، تاریخ را مورد مطالعه قرار بده، هر انسانی که باشه ای عمومی است، مکاشفه عمومی، میتونه خدا را خوبتر و بهتر بشناسه. ولی مکاشفه خاص چیز، مکاشفه خاص به این معناست که وقتی ما کلام خدا را مطالعه میکنیم، خداوند در کلام خود، کلام خدا خود مسیح است، خود را معرفی کرده. پس خداوند را به شکل خاصش کسایی که میره کلام را میخوانند، کسایی که میرن درباره مسیح معلومات حاصل میکنن، اونا معلومات خاص درباره خدا حاصل میکنن. یکی معلومات عمومی است خدا در کائنات و در فطرت، در ذات انسان، در طبیعت انسان، در تاریخ معلومات است که ما میتونیم از اونجا به دست بیاریم. معلومات دوم مکاشفه خاص خداست که ما میریم کلام خدا را میخوانیم و از کلام خدا معلومات خاص درباره خداوند میگیریم. پس معلومات عمومی که مکاشفه عمومی، در مکاشفه عمومی خداوند برای همگی در خدمت همگی قرار داره، همگی به او دسترسی دارن. مکاشفه خاص کسایی کلام خدا را میخوانن و معلومات خاص درباره خداوند اونا حاصل میکنن. خب ما یک مثال میتونم، با چی مثال؟ فرض مثال ما و شما اگر بخوایم که درباره مسائل پزشکی معلومات حاصل بکنیم، یا دکتری یا پزشکی که ما شما میگیم، ما میتونیم که بریم کتابهای را متفرقه که معلومات عمومی درباره بعضی از مسائل پزشکی است، بگیریم و کتابها را ببینیم و بخوانیم و بعضی از معلومات ها را بگیریم. خب چرا اگه آدم به معرض ریزش یا سرفه یا گلوندردی یا امراض قلب یا امراض دیگه که هست دوچار میشه، مبتلا میشه، چرا، چی چیزا باعث میشه؟ ما میتونیم معلومات بگیریم و انسان باید چی کارهایی بکنه که پیشگیری بکنه و اگر مبتلا شده چگونه میتونه او را علاج بکنه. معلومات عمومی در دسترس هم ما قرار داره، ولی اگر ما بخوایم بریم که درست درباره مسائل پزشکی یعنی دکتری معلومات حاصل کنیم، درباره طبی، در مسائل طبی و پزشکی، ما میریم و داخل دانشگاه طب یا پزشکی میشیم و در اونجا به طور خاصش ام مضمون طب را و پزشکی را مورد مطالعه قرار میدیم و در اونجا باز ما تمام موضوعات را با تفصیل، با تمام جزئیاتش یاد میگیریم و در آینده از ما یک طبیب و در آینده از ما یک پزشک ساخته میشه. پس این مکاشفه خاص است که در داخلمو کتبی که ربط میگیره به طب و پزشکی در اوجا وجود داره. ما اوجا میتونیم را با یک وقت سپری کنیم، را خوب مطالعه کنیم، دقیق به طور منظم و مرتب معلومات حاصل بکنیم. یکی مکاشفه عمومی است که ما میتونیم کتابهای متفرقه را بخونیم و درباره بعضی از مسائل طبی و پزشکی معلومات حاصل بکنیم. پس ما در اینجا در قسمت خدا هم یک مکاشفه عمومی داریم، به کائنات نگاه میکنیم، به خود نگاه میکنیم، به تاریخ نگاه میکنیم، آثار و علائم موجودیت خدا را ما پیدا میکنیم در همین چیزا. و دیگه مکاشفه خاص خدا هست، کلام خدا را دقیق و بسیار درست میخونیم و مکاشفه خاص از خداوند ما دریافت میکنیم. خب این بود دو مکاشفه که من خواستم درباره از این صحبت بکنم. حال وقت عزیز که بریم به طرف موضوعات دیگه. خب من نوتای خود را ببینم که چیزی برای ما و شما نمانده باشه. خب وقتی که ما میگیم مکاشفه عمومی، ایره در انگلیسی اگر لغت شکست کار داره میگه General Revelation، و همچنان
مکاشفه دیگهش که است specific revelation. specific revelation و تعریف مکاشفه که چی سوره ما در درسای گذاشته خوانده بودیم. خب مکاشفه عمومی است چگونه صورت گرفته؟ خداوند چگونه خود را به شکل عمومیش به طور عامش مکشوف ساخته، ظاهر ساخته، تا وقت انسان نگاه میکنه به مو آثار علائمی که در گفتم کائنات و در تاریخ و در طبیعت انسانی وجود داره، خداوند خدای خود را بشناسه. خب در سه چیز شما یه سه عنوان میبینید. حالا من به طرف مکاشفه عمومی، مکاشفه عمومی را من بر شما تشریح کردم و مثالم داره. مکاشفه عمومی یعنی خداوند در به طور عموم برای تمام انسانها در کائنات، در تاریخ و در طبیعت انسانی خود را ظاهر ساخته، مکشوف ساخته، یعنی آثار علائمی را گذاشته که انسان بتانه به او نگاه بکنه و موجودیت خدا را درک بکنه که خدا وجود داره. خب این تعریف مکاشفه عمومی بود و در اینجا سه عنوان میبینیم. اول مکاشفه خدا در کائنات که به نام فیزیکال نیچر است و یعنی revelation in physical nature، و مکاشفه خدا در تاریخ یعنی در history، و مکاشفه خدا در طبیعت انسانی یا در human nature، در طبیعت و در فطرت و در ذات انسانی این مکاشفه صورت میگیره. خب این سه مکاشفه وجود داره که ما این را مورد مطالعه قرار میدیم. مکاشفه خدا در کائنات، وقتی کائنات میگیم تنها منظور ما زمین و آسمان نیست، تمام و کهکشان هایی که خلق شده که تعدادش قابل شمار نیست، این کائنات میگن. تمام جزئیاتی که خداوند آفریده، جزئیات آفرینش، این کائنات میگه، یعنی در اوج نشانه های از موجودیت خداوند وجود داره. وقتی درباره تاریخ میگیم، یعنی تاریخ خدا و انسانی را وقتی ما مورد مطالعه قرار میدیم، در اوج ما میبینیم که خدای وجود داره. و مکاشفه خدا در طبیعت انسانی، وقتی به خود نگاه میکنیم که یک انسان از سه قسمت تشکیل شده که در آینده درباره درس میخوانیم، قسمت روح است، قسمت روان است و قسمت جسم انسان است. جسم قسمت فیزیکی ماست، روان تمام هیجانات، عقل، هوش و شعور و و و و احساسات ما را در بر میگیره، قدرت تفکر و تعمق و تمام چیزا را. و دیگه قسمت روح انسان است، روانش بود. قسمت روح یعنی امو روحی که در ما وجود داره، او شخص اصلی که ما هستیم که او ارتباط ما را با خدا برقرار میکنه، یا او شخص داخلی ما غیر فعال است. کتاب مقدس کلمه مرده را به استفاده کرده، او مرده و با خدا ارتباط نداره، یا ایست که تولد تازه پیدا کرده در مسیح و با خداوند رابطه ما برقرار شده. اگر شما عبارت را شنیده باشین که ما تولد تازه روحانی یافتیم، کجا؟ جسم ما نه، روان ما نه، روح ما تولد تازه یافته با واسطه مسیح و با خداوند رابطه برقرار کرده. قبل از او غیر فعال و مرده بود، ولی مسیح را تولد تازه داد. یک زمان در ما زنده بود وقتی که ما در آدم و حوا بر بار اول خلق شدیم، ولی بعد از او ما با روحی که در گناه غرق است، یعنی غیر فعال است، مرده است، خلق شدیم، به دنیا آمدیم. پس سه قسمت روح و روان و جسم. وقتی ما به روح خود، به روان خود، ببخشید، ما به جسم خود نگاه میکنیم، آثار موجودیت خداوند را در این میبینیم. البته این موضوعات است که روح و روان و جسم که در آینده هم درباره از این باز ما شما حتما مطالعه میکنیم و معلومات میگیریم. خب اگر ما شما بریم به طرف عنوان اول خود، مکاشفه خدا در کائنات یا مکاشفه فیزیکی را میاد میکنه، در چیزهای فیزیکی که وجود دارن، یعنی در اشیا، همه چیزی در آسمان، در زمین، شما در کائنات میبینین شیء است، و این اشیا مکاشفه فیزیکی که در اشکال و اشیای فیزیکی خداوند خود را مکشوف ساخته، معرفی کرده، نشانه و آثار و علائم و آیات دست خود گذاشته تا ما به طرف از او ببینیم، خداوند خدای خود را بشناسیم. امیر مکاشفه فیزیکی و مکاشفه خدا در کائنات هم یاد میکنن. خب میریم به طرف عنوان اول خود، باید داشته باشین سه عنوان داریم: مکاشفه خدا در کائنات، مکاشفه خدا در تاریخ، مکاشفه خدا در طبیعت انسانی. خب مکاشفه خدا در کائنات هدف ما چی هست؟ خب ما در اینجا پیش خود نوت هایم دارم تا چیز فراموش نشه. البته میخوایم یک موضوع رو با شما برادرها و خواهر عزیز ذکر بکنم، و اوی است که معلومات را که ما در این صنف و در این کورس با شما شریک میسازم، این معلومات تنها از داخلی کورس نیست. من 4 کتاب دارم درباره الهیات
سیستماتیک یا منظم مرتب، ما میرم تمام اونا را مورد مطالعه قرار میتم، ریسورس ها و منابع بیرونی را مورد مطالعه قرار میتم، همه چیز را میگیرم و داخل از سن میسازم تا معلومات ما شما درست باشه، معلومات ما شما کمی با تفصیل باشه، با جزئیات باشه، نشک سرسری از سر موضوعات بگذاریم. باز به او خاطر دریجه شما قسمی که امروز میبینید تعداد زیادی از آیات است که ما شما مورد مطالعه قرار میدیم، ما وقت زیاد داریم، عجله نداریم، تمام آیات را میخوانیم یک به یک و مورد مطالعه قرار میدیم. خب و دریجه در مکاشفه خدا در کائنات یا مکاشفه عمومی است دیگه، خداوند خدا در کائنات، این حال یا هر انسانی که در دنیاست میتونه که به کائنات نگاه بکنه و آثار موجودیت خدا را در او ببینه. حتی اشخاصی که مثلا نابیناستن میتونه لمس کنن کائنات را و خدا از امون طریقه هم چی میکنه به اونا نمو مکاشفه خود را که مخصوص ساخت آثار موجودیت خود را میتونه به اونا از طریق لمسشان نشان بده. پس در کائنات آثار وجود خدا هست و ما میتونیم به اون نگاه بکنیم و میتونیم به خداوند باور داشته باشیم که خدای وجود داره. خب این موضوع را ما شما میریم اول اینال در پیدایش، ما میخواییم کلام خدا را باز کنم در اینجا، در پیدایش میریم و فصل اول آیه یک را ما شما میبینیم. پیدایش را ما باز میکنم، پیدایش فصل اول آیه اول. خب شما هم کتاب مقدس اگر دسترس دارین، چون یک صنف است و در اینجا یک ویدیوی تلویزیونی نیست، یک صنف است، پس ما شما بسیار میتونیم با هم یک جا کتاب مقدس را باز کرده و کلام خدا را یک به یک خوانده پیش بریم. خب در اینجا میگه در آغاز هنگامی که خدا و آسمان ها را آفرید، زمین خالی و بی‌شکل بود و روی خدا روی توده های تاریک بخار حرکت میکرد. خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد. پس میبینیم که اولین چیزی را که ما شما باید درباره مکاشفه عمومی و ای که مکاشفه خدا در کائنات بدانیم اوی است که اول همی کائنات را خدا خلق کرده. یعنی پس وقت پیدایش فصل یک آیه یک را که اولین آیه کتاب مقدس است ما مورد مطالعه قرار میتیم، در اینجا میگه که در آغاز یا در ابتدا و کلمه اصلیش ایست قبل از اینکه هیچ چیزی وجود داشته باشه، هنگام خود یعنی خدا باز آسمان ها و زمین آفریده، زمین خالی و بی‌شکل بود. یعنی قبل از اینکه چیز وجود داشته باشه خدا آسمان و زمین را آفرید. پس تمام آسمان ها و زمین در اینجا آسمان ها، اگر ببینید کلمه آسمان ها نشته شده که منظورش امو تمام گلکسی ها و یا امو کهکشان هاست، تمامش منظورش از اوست. تمام آسمان ها و زمین در وقت آفرید زمین خالی و بی‌شکل بود، یعنی تمام کائنات را خداوند خلق کرده. موضوع اولی که ما شما باید بفهمیم وی است که تمام کائنات را خداوند خلق کرده، خداوند خالق و آفریننده کائنات است. پس این حال ما میتونیم که بیاییم به طرف ادعای خود که خداوند در کائنات آثار علایم خود را گذاشته، مکاشفه عمومی خداوند در کائنات صورت گرفته، پس ما میتونیم خدا را از کائنات هم بشناسیم، چرا که خداوند خودش آفریننده و خلق کننده تمام کائنات است و کائنات را طور خلق کرده که هر انسان به او نگاه بکنه خداوند خدای خود را بشناسه. و آیه دیگه را که ما شما در روی اسکرین ما میخواهیم بیارم و شما ببینین باشین که من ایره پیدا بکنم. خب آیه دیگه که است مزامیر فصل 19 آیه 1 تا 3 را با هم یک جا میخوانیم. مزامیر شما باز بکنین فصل 19 آیه 1 تا 3 را من میخوایم بر روی اسکرین بیارم. مزامیر فصل 19 آیه 1 تا 3 بر روی اسکرین است و شما میتونین کی را ببینین. خب باشین که خب میگه آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دستهای او را نشان میدهد. ببینید مکاشفه عمومی خدا در آسمان صنعت دستهایش از بر ما صورت گرفته، روز شب حکمت خدا را اعلام میکنه، که نظام شمسی که وجود داره که روز شب و هفته و سال و ماه و غیره فصلها با وجود میایم، نگه روز شب حکمت خدا را اعلام میکنه. در کائنات ما میبینیم که مکاشفه عمومی صورت گرفته و بیان که سخنی بگویند ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان میرسانند. میگه پیق آسمان سخن نمیگه، روز شب سخن نمیگه، ولی پیام خود را به بشر میرساند. چی پیام؟ که ما آفریننده دارم، ما خالق دارم که به این نظم و ترتیب
ما را خلق کرده، چیر شب و روز را، آسمان ها را. آفتاب هر صبح از خانه ای که خدا برایش در آسمان قرار داده است، مانند تازه داماد خوشحال و مانند قهرمانی که مشتاق منتظر دویدن در میدان است بیرون می آید. منظورش است که هر روز ما در هر قسمت دنیا کسیم، آفتاب را در آسمان می بینیم و از یک سوی آسمان به سوی دیگر می شتابند. باشین که می را بیارم. می شتابند و حرارت شمجا را فرا می گیرد. حرارت شمجا را فرا می گیرد. این به این معنی نیست که آسمان از یک جای می آسمان آفتاب حرکت می کند. منظورش است که ما وقتی که در هر نقطه دنیا هستیم و کره زمین وقتی میچرخه، آفتاب را در هر قسمت آسمان میبینیم و از حرارت از اون بهره مند میشیم. پس آسمان ها، روز شب، آفتاب، حرارت آفتاب، این تمام نشانه های مکاشفه عمومی خداوند در کائنات است که از طریق از این ما باور ما میکنه که خدای وجود داره. به خاطر چی؟ برادرها و خواهرای عزیز، ما میخواهیم که در یک مثال بتم برای شما و مثال ای است که فاصله که زمین از آفتاب داره، اگر زمین کم نزدیک شوه، بسیار به یک درجه کم با آفتاب نزدیک شوه، همه چیزی که در زمین است از حرارت زیاد آفتاب از بین میره. و اگر زمین از اون مداره که میچرخه و فاصله که در بین زمین و آفتاب وجود داره کم دور شوه، همه ما از سردی یخ میزنیم و ما را یخ میزنه. پس خداوند زمین را ببینید در یک مدار خلق کرده که در امون بچرخه و بچرخه و زمین هم دو نوع حرکت داره برادر و خواهر عزیز. و در این دو نوع حرکتی که زمین داره که به دور آفتاب میچرخه، که اگر حرکتش روز شب دیگه ببخشیم فصل ما با وجود میایه، ما میبینیم برادر و خواهر عزیز که همه چیز در یک نظم و ترتیب خلق شده و همین رقم آفتاب هم از جایش بی جا نمیشه. ستاره ها و سیاره ها هم که هر کدامش در مدار خود میچرخند. یعنی وقت نظام را میبینی، نظام را میبینی، ترتیب و تنظیم را میبینی، باورت میاد که واقعا خدای وجود داره که همه چیز در مدارش قرار داده. امکان ندارد، امکان نداره برادر و خواهر عزیز که این خلقت تمامی مثلا سیاره ها و ستاره ها در مدارهای مشخص خودشان به طور منظم و حرکات منظمی که دارند ای به طور اتفاقی باشه، مگر ایره که یک خالقی که پر از حکمت و علم است و هوشیار است ایره خلق کرده باشه. پس این موضوع رو به یاد داشته باشین. به این خاطر میگم مکاشفه عمومی خداوند صورت گرفته. آیه بعدی که من میخوانم از مزامیر فصل 97 آیه 6 است. ما مزامیر فصل 97 آیه 6 را باز میکنیم، با هم یک جا میخوانیم. فصل 97 آیه 6 ششم. خب میبینیم آیه 6 را برای سکرین میاریم و ای را باز میکنیم. ببینیم در جای 6 چی میگه. میگه آسمان عدالت او را بیان میکند و همه قوم ها شکوه و جلال وی را میبینن. آسمان عدالت خدا را بیان میکنه و ما میبینیم که کائنات را خدا خلق کرده و در هر کدام نشانه ها و آثار علایم خدا را ما میتونیم ببینیم و ای آیه را شما حتما نوت بکنین. خب میریم به طرف آیه بعدی و مزامیر فصل 104 آیه 10 و 14. 104 مزامیر 104 را ما بر روی سکرین میارم. خب تمام آیه ها را گفتم میخوانیم، چرا یک سن فستک و ما در سن باید تمام مسائل با هم یک جا بخوانیم. شاید شما وقت نداشته باشین که بعداً برین آیات را باز کنین که باز ملس شه با شما بتم، ولی در این سن بهترین راهی است که ما با هم یک جا هستیم، پس آیات را هم بخوانیم. خب در اینجا برای ما و شما کلام خدا میگه در دره ها چشمه ها با وجود آورده ای تا آب آنها را در کوه با تا آب آنها در کوه پایه ها جاری شوند. ببینین خداوند میگه می که چشمه ها را تو در دره ها با وجود آوردی که آب تو تا کوه پایه ها جاری شوند. در دره ها میگه چشمه ها را با وجود آوردی. وقتی که ما میریم میبینیم که در یک دره و خصوصا در قسمت بالای کوه و با کوه پایه ها یو جاری میشه، میبینیم چطور امکان داره که در همچو یک جای یک چشمه که به شکل طبیعی آب از او فوران کنه و سرازیر شوه. حتما این را کس خلق کرده، انسان خود را نساخته، خودش خود به طور طبیعی جور نمیشه.
ولی رتما یک خالقی است که ساخته و خلق کرده و میبینیم که آب تا به پایین چی میشه؟ سرازیر میشه. پس این موضوع را هم ما شما با هم یک جا خواندیم. ما باشین که خب درست و دوباره پس میریم به طرف آیه دیگه ما. پس این تمامش نشانه ها و آثار یعنی خداوند ما و شما بینیم که در کائنات آثار علایم خدا مانده، یعنی شما به طرف دره ها، به طرف چشمه ها، آسمان و تمام چیز نگاه بکنید. آیه دیگه را که میخوانیم از آیه 14 از یامان آیه 14 شب با هم یک جا بخوانیم، بعد از او باز ما و شما میریم به طرف آیه بعدی. و آیه 14 میگه نباتات را برای خوراک حیوانات و درختان میوه‌دار و سبزیجات و غلات را برای استفاده انسان از زمین میرویانی تا انسان بتواند شراب و روغن و نان برای خود تهیه کند و شاد و نیرومند باشد. میبینیم در اینجا که خداوند عزیز ما، خداوند بزرگ ما نباتات را برای خوراک حیوانات و درختان میوه‌دار و سبزیجات و غلات را بر استفاده انسان خلق کرده. وقتی میبینیم که در دنیا وقتی انسان خلق شده بر از این نباتات است، بر از این موادی که ضرورت داره برای خوراکش، این مواد تمامش وجود داره. ما به این فکر میفتیم که خداوند وقتی انسان را خلق کرده با این تدبیر دیگه نمیشه که بگیم انسان همتون یک باره کائنات خلق شده. ببین برای خوراک انسان، برای تنفس انسان، برای زندگی کردن انسان تمام امکانات را خداوند خلق کرده و مهیا ساخته. پس در اینجا وقتی ما به طرف کائنات خوران چیز نباتاتش است، درختان میوه‌دار است، سبزیجات است، غلات است، به طرف از یا وقتی ما نگاه میکنیم ما ای را درک میکنیم که واقعا خدای وجود داره که با این نظم ترتیب همه چیز را خلق کرده و سهولت ها را نه تنها بر انسان بلکه بر حیوانات هم سهولت ها را گذاشته. کدام حیوان چی میخوره و امو سبزی و امو نبات بر از او آماده باشه. یعنی خداوند طور نکرده که مثلا یک حیوان یک خوراک را بخوره و او را در یک جای خلق کرده باشه که او خوراک وجود نداشته باشه. مثلا خداوند طور مثلا یک مثال میدیم، ماهی را خداوند در خشکه خلق نکرده ولی در جای خلق کرده که با آب ضرورت داره تا در آب زنده باشه. پس ما شما منتظر از این باید که به این متوجه شیم که ماهی در آب خلق شده و چرا که در محیط میتونه زندگی کنه. حیوانات درنده در جنگل ها و در کوه ها و در جایی که سکنه یا مردم زیاد وجود ندارن خلق شدن و برای خوراک از او دیگه حیوانات خلق شده. و حیوانات اهلی را میبینیم میتونن در جای زندگی کنن با انسان ها که در اونجا میتونن به علف ها و دیگه گیاه ها دسترسی داشته باشن. همین چیزا مرغا را ما شما میبینیم، مرغانی که وجود داره همشان به شکل خود خلق شدن، به طور منظم مرتب همه سهولت ها برشان وجود داره. آیا یه همه چیز که مادی در دریا هم خلق شوه، حیوانات درنده در جرنگ جنگل ها و غیره و غیره هم از این به شکل اتفاقی خلق شده؟ نه خیر، این به خاطر از این ترقم خلق شده که وقتی تو میری حیوانات را، نباتات را و تمامی مسائل را مورد مطالعه قرار میتی، کائنات را مورد مطالعه قرار میتی، تو میبینی که در یک نظم ترتیب وجود داره و این نظم ترتیب از خود یک خالق و آفریننده داره. میریم به طرف آیه بعدی و آیه بعدی ما ایوب فصل 12 آیه 7 تا 9 است. ما ایوب فصل 12 را بر روی اسکرین میارم. ایوب فصل 19. خب شما هم کتاب مقدس اگر در دسترس دارین میتونین باز بکنین. ایوب فصل 19 را با هم یک جا میخوانیم، آیه 7 تا 9. این را بر روی اسکرین میارم. خب آیه 7 تا 9 میگه فریاد برمی آورم و کمک می خواهم اما هیچ کس صدایم را نمی شنود، کسی به فریادم نمی رسد. خدا را هم خوب خدا راهم را سد کرده و روشنایی مرا به تاریکی مبدل نموده است. او عزت و فخر از من را گرفته. خب باشین که ما ببینیم که آیا ما فصل 19 را کشتیم یا فصل 9 را که اشتباه نشه. خب ببخشید، ایوب فصل 12 هست، با در اینجا اشتباه شده. ایوب فصل 12 هست، ما چرا که ای آیت ها را قبل از قبل کاماده میکنیم در قسمت تایپینگ مشکل شد. ایوب فصل 12 آیه 7 و 9 میگه کیست که آنچه را شما میگویید نداند. ایوب فصل 12 آیه 7 و 9
حتی اگر از حیوانات و پرندگان هم بپرسید، این چیزها را به شما یاد خواهند داد. اگر از زمین و دریا سوال کنید، به شما خواهند گفت که دست خداوند این همه را آفریده است. ببینین، یعنی مکاشفه عمومی خداوند در کائنات صورت گرفته. ایوب چی میگه؟ میگه کیست که آنچه را شما میگویید ندانید؟ حتی حیوانات و پرندگان و زمین و دریا هم میگه برای شما میگه. ما شما میفهم که حیوانات و پرندگان و زمین دریا زبان نداره. منظور ایوب در اینجا چیز؟ منظور ایوب در اینجا ای است که یعنی با تصویری که شما از دریا و از حیوانات و پرندگان و از خلقتشان، از نیچرشان، از طبیعتشان شما میگیرین و شما این پیام را میرسانه که آفریننده وجود داره که اینا را خلق کرده. میریم به طرف آیات بعدی، رومیان فصل 1 آیه 19 و 20 را با هم یک جا میخوانیم. خب رومیان فصل 1 آیه 19 و 20 را ما شما با هم یک جا میخوانیم. خب رومیان هم میارم. ما بر شما گفتم که صنف است و در صنف ما و شما مثل عزیز که در یک جا نشستیم و ما برای پیشروی تخته ایستاده هستم و شما هم در چوکی ها نشستیم، کتاب مقدس در پیشتان است، کتابچه در پیشتان است و ما و شما با هم یک جا میایم، ای آیات را میخوانیم. ای یک صنف است، پس در این صنف ما مجبور هستیم که همه چیز را به شکل همه تو درستش و مکمل بخوانیم تا چیز باقی نمانه. من میرم از رومیان فصل 1 چون در اینجا نشته شده. خب فصل آیه 19 و 20 را میخوانیم. خب من میارم این را برای سکرین. رومیان فصل 1 آیه 19 و 20 میگه برای آنان حقیقت وجود خدا کاملا روشن است، زیرا خدا وجدانهایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است. انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا فریده دیده است و با دیدن آنها میتواند به وجود خدا و قدرت ابدی که نادیدنی هستند پی ببرد. پس وقت در روز داوری در حضور خدا میستد، برای بیمانی خود هیچ عذر و بهانه ندارد. رومیان بر ما شما میگه مکاشفه عمومی خداوند را بر ما شما تشریح میکنه در کائنات. میگه وقتی که انسان به طرف از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی که خدا فریده تمام کائنات منظورش است میبینه، یعنی مکاشفه عمومی خداوند را میبینه، دیگه دلیل وجود نداره بگه من نمیتونستم خدا را بشناسم. اثبات موجودیت خداوند در مکاشفه عمومیش در کائنات صورت گرفته. این از رومیان شما میتونین ببینین. ای آیه بسیار مشخص و واضح است. آیه قبلی را که خواندم ثبوت بود که من ثبوت را کردم و در این آیه باز ما آمدم ادعای خود را کردم از طریق کتاب مقدس. او از ثبوت ما بود از کتاب مقدس و در این آیه من ادعا کردم که ببینین چیزی را که در ثبوت به شما نشان دادم. ادعای ما چیست؟ استدلال ما ایست که خداوند وجود داره. حقیقت چیست که خداوند وجود داره؟ شما او را میتونین در کائنات ببینین. همین رقم ما میتونیم آیات دیگر هم با هم یک جا بخوانیم. مثلا آیه بعدی که در اینجا من دیدم از کلوسیان فصل 1 آیه 16 و 17 بوده. من میرم کلوسیان فصل 1 آیه 16 و 17 را باز میکنم با هم یک جا میخوانیم. کلوسیان فصل اول آیه 16 و 17 را با هم یک جا ما شما میخوانیم. برای سکرین هم شما میتونین ببینین. خوب دقیق آیات را ببینین. میگه در واقع کلوسیان فصل اول آیه 16 و 17 تمام هستی با وسیله عیسی مسیح به وجود آمده، یعنی هر آنچه که در آسمان و بر زمین از دیدنی و نادیدنی، چیزایی که ما نمیتونیم ببینیم در آسمان در زمین، عالم روحانی با فرمان روان و تاج و تختشان و فرماندهان و بزرگانشان همه با وسیله مسیح و برای جلال و آفریده شدند. پیش از آن که چیزی با وجود بیاید و وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ میکند. آمین. پس تمام چیز را مسیح خلق کرده و بر جلال مسیح است. چی معنا میده؟ یعنی به خاطر از این خلق شده که ما نگاه بکنیم به این عالم هستی و مسیر بشناسیم تا او را جلال بدیم. خود از اونها مسیر جلال دادن نمیتونه. یعنی ما که انسانهای زنده هستیم به طرف هستی ببینیم، به طرف کائنات ببینیم و آثار و علائم موجودیت خدا را در او درک بکنیم، خدا را بشناسیم و از طریق نام خدا را جلال بدیم. متوجه هستیم برادر و خواهر عزیز؟ پس این آیه را هم شما به شکل یک ثبوت از عهد جدید ذکر کنید. او از عهد قدیم بود چند ثبوت؟ ما بعد از یک استدلال ادعا داشتیم در رومیان فصل 1 و حال از ثبوت خود را از عهد جدید پیشکش میکنیم. خب باز میریم آیه بعدی که است، عبرانیان فصل 1 آیه 2 و 3. عبرانیان فصل 1 آیه 2 و 3 را با هم یک جا باز میکنیم. خب عبرانیان فصل 1 باشین که عبرانیان ما برای اسکرین بیارم آیه 2 و 3. خب عبرانیان فصل 1 آیه 2 و 3 در اینجا چی میگه؟ میگه که ما در این ایام آخر
او توسط خو، اما در این ایام آخر او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع اختیار همه چیز را با فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را با وسیله او آفریده است. فرزند خدا منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود است. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره می کند. او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته گذشته گناهالود ما را محو نماید. پس از آن در بالاترین مکان افتخار یعنی به دست راست خدای متعال نشسته میگه تمام چیز را خدا با واسطه مسیح خلق کرده، واسطه آفریده و مسیح منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق اوست. او میگه با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره میکند. پس ما در اینجا میبینیم که در کائنات قدرت خداوند و همچنان در کائنات وقتی ما به کائنات نگاه میکنیم خداوند خدای خود را میشناسیم، چرا کافرنده کائنات را ما در کائنات میبینیم، آثار و علائمش را، آیاتش را در کائنات میبینیم و از طریق از او خداوند خدای خود را میشناسیم و نام خدا را جلال میدیم. ای بود آیه دیگه. من میرم آیه دیگه را هم میخوانم یا آیات را شما نشته کنین. مکاشفه فصل 4 آیه 11، مکاشفه فصل 4 آیه 11 را با هم یک جا برای اسکرین میاریم تا با هم یک جا ببینیم. مکاشفه فصل 4 آیه 11 این را من بر شما برای اسکرین میارم شما با من یک جا ببینین. این را مکاشفه فصل 4 آیه 11 و در اینجا میگه یا که این سرود را خواندن خداوند جلال و حرمت و قدرت برازنده توست. یا آیت پایین است میشه که مکمه خو پایین است و گفته که برازنده تو زیرا تو برازنده توست، زیرا تو آفریننده تمام موجودات هستی و همه چیز به اراده تو به وجود آمده. زیرا تو آفریننده تمام موجودات هستی و همه چیز به اراده تو به وجود آمده است. آمین. پس خدا آفریننده همه چیز و به اراده خدا به وجود آمده. پس ما وقتی که به عالم هستی نگاه میکنیم در اوج ما چی را میبینیم؟ در اوج ما میبینیم که خداوند دنیا را خلق کرده و با واسطه اراده خداوند مطابق به خاص خدا همه چیز خلق شده. خاص خداوند چی بوده؟ که آثار موجودیت خود را، اثبات موجودیت خود را در مکاشفه عمومی که در کائنات است او را بگذاره تا ما وقتی به کائنات نگاه میکنیم بدانیم که واقعا خدای وجود داره. اعمال فصل 14 آیه 15 و 17 را با هم یک جا میخوانیم. اعمال فصل 14 آیه 15 تا 17 را من برای اسکرین میارم. شما میشه ای آیات را من برای اسکرین آوردیم و میشه نشته کنین تا وقت اگر خواسته باشین که بعدا باز به کار ما شما میه بهتر است. اما شما وقتی کلام خدا را میخوانیم یک کلام در و همچنان یک قلم و کتابچه هم رای ما باشه. فصل 14 اعمال آیه 15 تا 17 را ما برای اسکرین میارم تا وقت شما خواستین آیات را میتونین نشته کنین. خب آیه 15 تا 17، 15 تا 17. خب من میایم برای شما ای آیات را میخوانم. میگه ای مردم چی میکنید؟ ما هم مثل خود شما انسان هستیم. ما آمده ایم به شما بگوییم که از این کارها دست بردارید. ما برای شما مژده آوردیم و شما را دعوت میکنیم که این چیزهای بیهوده را نپرستید و به جای آن در حضور خدای زنده دعا کنید که آسمان و زمین و دریا همین قسمتش و هرچی را که در آنهاست آفرید. متوجه هستین؟ در دوران گذشته خدا قوم را به حال خود رها کرد تا هر راهی که میخوان بروند، یا این که برای اثبات وجود خود، خدا هم ببینیم بر اثبات وجود خود متوجه هستین چی کرده؟ همواره دلیل کافی به ایشان میداد که به آسمان نگاه کنین. به موسی میگفت مثلا معجزات صورت میگرفت، کارهای فوق العاده صورت میگرفت تا اون بر از اونا دلیل بده. در گذشته خب میگه در دوران گذشته خدا قوم ها را به حال خود رها کرد تا به هر راهی که میخوان بروند، یا با این که برای اثبات وجود خود همواره دلیل کافی به ایشان میداد و از رحمت خود به موقع باران میفرستاد. ببینین محصول خوب و غذای کافی میداد و دل همه را شاد می ساخت. با تمام این کوشش بالاخره پولس و برنابا با زحمت آنستن مردم را از تقدیم قربانی به ایشان باز دارند. آمین. پس در اینجا ما شما دیدیم که کلام خدا برای ما شما چی گفت؟
که در گذشته خداوند در کائنات خود را از طریق های مختلف نشان میداد، مکاشفه عمومی، و امروز هم از آسمان و زمین و دریا هم چیز که میگه ای بر عزیز که ما بدانیم که خدای وجود دارد، چرا که آفرنده کائنات و خداوند است. خب این بود مثلا درباره مکاشفه خدا در کائنات ما صحبت کردیم و آیات را خواندیم با هم یک جا، ما این آیات را با هم یک جا در مکاشفه عمومی خواندیم. خب مکاشفه عمومی بخشش در بخش مکاشفه خدا در کائنات ما این آیات را با هم یک جا خواندیم. حال موضوع مهمی را که در اینجا ما میخواییم بگویم، اگر ما به کتاب مقدس باور داریم، چرا تا حال که ما شما از رومیان خواندیم، از پیدایش خواندیم، از تمام قسمت های کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید خواندیم، کلش در کتاب مقدس است. تا ما به کتاب مقدس باور نداشته باشیم، ما نمیتونیم موجودیت خدا را درک بکنیم و اطمینان داشته باشیم خدای وجود دارد، چرا که اینمی کتاب مقدس است که برای ما میگه که شما به کائنات نگاه بکنید. شما به کائنات نگاه بکنید، مکاشفه عمومی خداوند در کائنات صورت گرفته، برین شما آثار علایم موجودیت خدا را در کائنات ببینین. پس ما اگر به کتاب مقدس باور داریم، پس به عرفان باور داریم و ما به کائنات وقت نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا این نظم و ترتیبی که در کائنات وجود داره حتما یک آفریننده با فهم و باهوش که عالم کل است وجود داره که همه کائنات را خلق کرده. یک موضوع و همی شواهده که ما در کائنات میبینیم و کتاب مقدس هم را تایید کرده، کتاب مقدس را تایید کرده. اگر تایید نمیشه در کسی میگفت همین کائنات مکاشفه عمومی خداوند است، ما میگفتیم خوب تو چی فهمیدی؟ حال کتاب مقدس را تایید کرد. ما شما دیدیم در آیات مختلف، خصوصا در رومیان یک، ما بیخی دعا کردیم از کتاب مقدس، کتاب مقدس ادعا کرده، پس این تایید شده. اینمی برای ما کافی است که بفهمیم خداوند خدای وجود داره. یعنی وقتی به کائنات نگاه میکنی و مکاشفه عمومی خداوند را میبینی که خداوند این دنیا با این نظم و ترتیبش نمیشه که یک باره و بدون مطلب و هدف خلق شده باشه، پس حتما خالق وجود داره. وقتی ما به این نگاه میکنیم میفهمیم خالق و آفریننده وجود داره و ما میایم یقین میکنیم و باور میکنیم که او خالق آفریننده و خدای حقیقی و زنده یشو مسیح است و این کتاب مقدس هم تایید کرده، پس این برای ما کافی است. خب میریم به طرف بخش بعدی، مکاشفه خدا در تاریخ. مکاشفه خدا در تاریخ چی؟ تاریخ، وقتی ما تاریخ را میخوانیم، البته تاریخ خدا و انسان را، خصوصا تاریخ خدا و از زمان آدم و بعد از تاریخ خدا قوم بنی اسرائیل و کلیسا و تا به امروز، وقت تاریخ را ما مورد مطالعه قرار میدیم، ما میبینیم که خدای وجود داره. خدا از طریق تاریخ هم آثار علایم خود را گذاشته و در اینجا ما دو آیت را میبینیم، دو آیت را میخونیم بعد از تفسیر میکنیم. دانیال فصل 4 آیه 17 را با هم یک جا باز میکنیم، ببینیم که مکاشفه عمومی خداوند در تاریخ چگونه صورت گرفته، چگونه ما به تاریخ نگاه کنیم، تاریخ را مطالعه بکنیم یا مورد مطالعه قرار بدیم و ببینیم که باز خدای وجود داره، چطور ما از تاریخ درک میکنیم که خدای واقعا وجود داره. اگر ما دانیال نبی فصل 4 آیه 17 را باز بکنیم، میره بر روی اسکرین میارم، باشین تا وقت می شما آیت را نشته بکنین. خب میایم به تاریخ نگاه میکنم، آیه 17 به ما چی میگه؟ این تصمیم به وسیله فرشتگان مقدس اعلام شده است تا مردم جهان بدانند که دنیا در تسلط خدای متعال است. حالا بی تاریخ را بیان میکنه و او حکومت بر ممالک دنیا را به هر متعال است و او حکومت بر ممالک دنیا را به هر که اراده کند میبخشد، حتی با پسترین آدمیان. یعنی به تاریخ نگاه کو، تاریخ ممالک دنیا را نگاه کو، کسایی که به سر قدرت آمدن، فرشتهای خدا نیره اعلام کرده تا مردم جهانی را بفهمند که خداوند است که مردم را تعیین میکنه، هیچ کار بدون اراده خداوند صورت نمیگیره. یعنی به تاریخ میگه نگاه کو، یا وقتی که درباره ممالک صحبت میشه، درباره پادشاه صحبت میشه و درباره مردم تو صحبت میشه، این تاریخ را نشان میده. یعنی در طول تاریخ نگاه کنین شما، خداوند همیشه تسلط داشته بر دنیا. تاریخ مورد مطالعه قرار بده، خداوند میگه دنیا در تسلط خدای متعال بوده. تاریخ یک دفعه شما بخونین، میگه چی کارهای خداوند با آدم کرد، با نوح کرد، با موسی کرد و بقیه کرد. دانیال نبی دریجه میگه و حکومت بر ممالک دنیا را به هر که اراده کند میبخشد، به هر که اراده کند میبخشد. و یک کس نمیگه من به زور به زد خدا آمدم پاچاش دم، نه، خدا اگه میخواست
تو نمیتونست پادشاه شوی، ولی خداوند گفت خب تو آمدی و بدون اجازه می کار را نمیتونی، ولی خب برو پادشاه باش. متوجه هستین؟ پس در اینجا ما شما موضوعی را که بینیم، یعنی ما اگر میگد بره، دانیال میگه تاریخ بیبی که خداوند همیشه بر مردم دنیا و بر دنیا تسلط داشته، حکومت ها را هم برقرار میکنه. یعنی تاریخ هم که بخونی تو میفهمی. مثلا ما بر شما یک مثال میتونم از تاریخ، خداوند برو میگه تاریخ موسی و فرعون را بخون که چگونه فرعون تباه و برباد شد. برو میگه تاریخ بنی اسرائیل را بخون که چگونه شاول که مغرور شده بود، به جای از خداوند داوود را پادشاه مقرر کرد، با وجود که شاول نمیخواست که داوود پادشاه شوه، ولی داوود پادشاه شد یک روزه. یک برو تاریخ را مطالعه بکن، و خصوصا در این کتاب دانیال درباره چهار امپراتوری بزرگ بابل و فارس و یونان و روم پیشگویی صورت گرفته که چهار امپراتوری ها میاد و بالاخره از بین میرن. پس وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم که او در دانیال پیشگویی صورت گرفته و دیدیم که بابل هم ختم شد، فارس هم ختم شد، یونان هم رو امپراتوریش ختم شد و روم هم ختم شد، ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، تاریخ مورد مطالعه قرار میدیم و پیشگویی قبل از اینکه کار صورت بگیره پیشگویی شده بود از جانب خداوند، ما وقت تاریخ را خواندیم ما دیدیم که واقعا خدای وجود داره که همچه یک پیشگویی کرده و خدا همه چیز در کنترل اختیارش بوده، پیش از پیش درباره امپراتوری ها صحبت کرده. وقتی به تاریخ دنیا انسان و خدا نگاه میکنیم، میبینیم که خداوند دنیا را خلق کرده. چگونه؟ همیشه را ما میبینیم و گفته اگه آخرت وجود داره و ما امروز آثار علائم که دنیا به آخر رسیده را مشاهده میکنیم، میگه زمین گرم شده میره، آهسته آهسته زمین از حالت، یعنی به طرف زمین میگه کهنه شده دیگه، به طرف در حال انقراض است. یک روز میگن کره زمین جای بد میشه و مثلا برف آب میشه و گرمی زیاد میشه و خوراک کم میشه و غیره و غیره. شما خبر دارین که در این روزا دانشمندا گفتن زمان میرسه که علف کم میشه، بر گوها علف مناسب کافی نمیرسه که گوها بخورن. پس امروز دانشمندا آمدن امو گوشت، اگر شما برین در قصابی های مثلا مدرن برین، دو نوع گوشت است، یکی میگه گراوند بیف کارداری و یکی بیف دیگه است، که یعنی گوشت گاو وقت شما میخواین دو نوع گوشت است، یکی گوشت که در لابراتوار جور میشه، گوشت گاو رو شما خوب تحقیق کنید، یکی گوشت که از خود گاو تازه میگیری. به خاطر گوشت دوم را یعنی اموجره بندی میکنه، گوشت تشکیل شده میره، او را به نام امو گوشت از که مصنوعی که تولید میکنن گوشت در لابراتوارها، اینی گوشت را یا به خاطر ساختن که میگه اگر روز امی بیف یعنی گوشت گاو گم میشه را بر گاو علف کافی نباشه. یعنی امروز دانشمندا ساینسدانا به این نتیجه رسیدن که یک پایان بر دنیا وجود داره و خداوند را قبل از قبل گفته بود. پس در اینجا ما اثبات وجود خدا را میبینیم. میریم به طرف آیه بعدی ما، آیه بعدی ما اعمال فصل 17 آیه 26. ما اعمال فصل 17 آیه 26 را بر روی اسکرین میارم. اعمال فصل 17 آیه 26، اعمال فصل 17 آیه 26، و بعد از اینکه را تمام کردیم باز میریم به طرف یک مرور میکنیم تا باز سن خودم اینجا به پایان میرسانیم. اعمال فصل 17 آیه 26 به ما میگه، میبینیم در اینجا که او تمام مردم دنیا را از یک نفر به وجود آورد، یعنی از آدم، و قوم‌ها را در سر تا سر این زمین پراگنده ساخت. او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قوم‌های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. مقصود از تمام این کارها این است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند، حال آن که او حتی از قلب ما نیز نزدیکتر به ماست. میگه شما برین تاریخ آدم را بخونین، تمام دنیا را خداوند از یک نفر خلق کرد، از آدم قوم ها در تمام جهان پراگنده ساخت. تاریخ از میگه تاریخ مطالعه بکنین، چگونه انسان با وجود آمد، با واسطه بیگ بنگ با وجود آمد، با واسطه اِوولوشن با وجود آمد، نه خیر، خداوند خلق کرد آدم را، از تمام انسان ها را از آدم و حوا با وجود. او زمان قدر رسیدن هر یک از قوم ها و مرزهای آن را از پیش تعیین کرد. خداوند گفت که چی میشه، بر بنی اسرائیل گفته بود
که من سرزمین معهود به شما میتونم و برشان داد. مقصود از تمام این کارهایی است که مردم میگه در جستجوی خدا باشن، یعنی تاریخ را نگاه کنه مردم، تاریخ خود را مورد مطالعه قرار بدن تا شاید به خدا برسن. حالان که وقت از قلب ما هم به ما نزدیکتر است. پس برادر و خواهر عزیز ما، وقت ما و شما تاریخ را مورد مطالعه قرار میدیم، مکاشفه عمومی خداوند را ما و شما در تاریخ میبینیم. این دعایت بسیار مهم را شما نوت بکنین و پیشتان باشه درباره تاریخ. خب میریم یک مرور میداشته باشیم به درس خود. درس را که امروز ما و شما آغاز کردیم، علم خداش خاص خداشناسی یا مطالعه خاص خداوند یا تئولوژی پراپر که تعریف از ایره کردیم، در لغت تئوس خدا، لوگوس هم کلمه یا علم، یا علم شناخت خدا، پراپر به شکل خاصش، یعنی مطالعه ذات و صفات و یعنی شخصیت و کارهای خداوند به طور خاص و مخصوصش. و از لحاظ روحانی علمی است که خداوند را به شکل بسیار واضح با تفصیل با در نظر داشت تمام جوانبش مورد مطالعه قرار میده، یعنی ذات خدا را، شخصیت خدا را، صفات و کارهای عظیم خداوند را. خب این را ما با هم خواندیم. موضوع بعدی را که ما در اینجا خواندیم، خب گفتین خدا را مورد مطالعه قرار میدیم، علم ما تئولوژی پراپر را میخوانیم. پس این خدا آیا وجود داره؟ خدا رو چگونه به ما اثبات میکنیم؟ بله، موضوع اول ما existence of God است، اثبات موجودیت خداوند است. و ضرورت اثبات وجود خدا چیست که ما با خدا عقیده داریم؟ آیا این خدا وجود داره یا نداره؟ اگه وجود داره چگونه میتونیم او را بشناسیم؟ پس می خدا حقیقت اثبات وجود خود را موضوع دوی ما با طریقهای مختلف و ما مکشوف ساخته است. طریقهای مختلف، خب کدام طریق است؟ طریقها را باید که ما یاد بگیریم. اول اثبات موجودیت خدا از دو طریقه صورت گرفته. یکی مکاشفه عمومی است که ما امروز دو بخش خواندیم، یک بخشش طبیعت انسان است که مون بر هفته آینده بر باشیم بر درس آینده، و یکی مکاشفه خاص است. مکاشفه عمومی خدا، یعنی به انسان، به طرف خود نگاه کو، به طرف کائنات نگاه کو و به طرف به تاریخ نگاه کو، میبینی خدای وجود داره، یعنی آثار خدا در این سه چیز وجود داره. مکاشفه خاص، برو کلامش را خاص بخون و از تو درک میکنی که خدای وجود داره، خدا خود را در کلامش معرفی کرده. مکاشفه یعنی خدا خود را معرفی کرده برای ما تا ما خدا را بشناسیم، تا ما بتانیم خدا را بر دیگران به معرفی بگیریم. این را ما خواندیم. مکاشفه عمومی خدا گفتیم در سه بخش است. مکاشفه در کائنات، تمام کائنات، و مکاشفه خدا در تاریخ، و مکاشفه خدا در طبیعت انسانی. ما دو بخش تا حال خواندیم. مکاشفه خدا در کائنات، مایات را خوانیم که به طرف آسمان و زمین و ستاره، تمام کائنات که میبینی که خدا نیاره خلق کرد، آفرنده وجود داره، همه چیز تحت کنترل و اختیار خداوند است و بر جلال نام خدا خلق شده. این نیست مکاشفه عمومی خدا در کائنات که توسط خدا خلق شده، تحت اراده خداوند است همه چیز و بر جلال نام خداوند است. آیات را از عهد قدیم و در سلاید بعدیش ما آیات را از عهد جدید هم خواندیم، عهد قدیم و عهد جدید خواندیم. و همچنان مضمون عنوان آخر ما مکاشفه خدا در تو در تاریخ بوده که ما از دانیال و اعمال رسولان خواندیم، که در وقت تاریخ را میخوانی، چی تاریخ از زمان آدم و چی در هر موقع و موقعیت تاریخی، وقت ما تاریخ را مورد مطالعه قرار بدیم، آثار موجودیت خدا را در اونجا میبینیم. و بخش بعدیش را که من عنوانش را به شما نشان میدم، و مکاشفه خدا در طبیعت انسانی است که در صنف بعدی را ما مورد مطالعه قرار میدیم. البته مسائل بسیار زیاده دیگه است. در صنف بعدی ما مکاشفه خدا در طبیعت انسانی و مکاشفه خدا، مکاشفه خاص خدا را مورد مطالعه قرار میدیم با دلایل خارج از کتاب مقدس، استدلالاتی که در دنیا از علما وجود داره، از فیلسوفا وجود داره که خدای وجود داره، ما استدلالات را مورد مطالعه قرار میدیم. بسیار مواد خارج از کتاب مقدس است که ما مورد مطالعه قرار میدیم، چی استدلالات در دنیا وجود داره بر اثبات موجودیت یا وجود خداوند. خب نمیخوایم ویدیوی ما بسیار زیاد طولانی شوه و میرم با یک دعا به صنف امروز را به پایان میرسم. تشکر از همه شما که با ما یک جا بودین. لطفا وقتی ویدیو را در یوتیوب میبینین لایک کنین و شیرش کنین تا بیشتر از دوستا بتون به ویدیو دسترسی پیدا بکنن، و سوال ها را هم جوابش را به ما بفرستین. خداوند را شکرگزارت به خاطر این هم ما را برکت بده، تو با ما باش و ما را کمک و خداوند تا تو را بتونیم بهتر و خوبتر درک بکنیم و بشناسیم. تشکر به خاطر همه برکت هایت. همه خواهرها و برادرها را هم برکت بده. کسایی که ویدیو را میبینن بگذاری یک برکت باشه بر از اونا، بر ما، و از طریق ما بتونیم تو را خوبتر بشناسیم و نامت را جلال بدیم. در نام پاک و قدوس تو خداوند ماست یشوع مسیح دعا را کردیم، آمین.
تشکر برادرها و خواهرها عزیز، تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای زنده و حقیقی میسپارم، البته تا صنف بعدی. آمین در نام مسیح.